جاری شدن سیلاب های مهیب خونین در لغمان. یک فرمانده دیگر قطع سرخ طالبان با 4 محافظش در پنجشیر کشته شد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به خبری که این لحظه به دسترس ما قرار گرفت. منابع در کابل میگویند افراد مسلحی که خود را نیروهای ویژه طالبان معرفی کرده بودند، یک خانه را تلاشی کرده و دارایی های آن را به غارت بردند. منابع روز دوشنبه 27 سرطان به روزنامه 8 صبح میگویند که شب گذشته شماری از افراد مسلح با لباس و نام نیروهای طالبان وارد یک خانه در منطقه قصبه حوزه 15 شهر کابل شدند. به گفته منابع، افرادی که خود را طالب معرفی کرده به اعضای خانواده گفتند که این خانه مشکوک است و باید تلاشی شود. منابع می افزایند که آنها تلفن های تمام اعضای این خانواده را بررسی و بعد از چندین ساعت تلاشی تمام جواهر زنان خانواده و مبلغ 200 هزار افغانی پول نقد را با خود بردند. به گفته منابع، اعضای این خانواده گفتند که تمام زندگی خود را از دست دادند و چیزی برای خوردن نمانده است. گفتنی است که از چندی به این سو باشندگان شهر کابل نسبت به تلاشی های مشکوک شکایت دارند و میگویند دزدی ها در مناطق و نواحی مختلف افزایش یافته است. بارندگی شدید باران و سرازیر شدن سیلاب در مرکز و ولسوالی علی نگار ولایت لغمان تلفات جانی و مالی بر جا گذاشت. مسئولان مبارزه با حوادث طبیعی طالبان میگویند که یکشنبه 26 سرطان در اثر سیلاب هایی که در شهر مهترلام، ولسوالی علی نگار و منطقه گندگل جاری شده است، 2 جان باخته و 4 زخمی شدند. خیر محمد غازی، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در لغمان، میگوید که سیلاب ها صدها جریب زمین زراعتی را نیز تخریب کرده و محصولات زراعتی را نیز از بین برده است. این در حالی است که در برخی از ولایات دیگر نیز در روزهای اخیر سرازیر شدن سیلاب ها تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی بر جا گذاشته است. یک فرمانده قطعه سرخ طالبان با 4 محافظش در پنجشیر کشته شد. منابع محلی در پنجشیر میگویند که یک فرمانده قطعه سرخ طالبان با 4 تن از افراد تحت امرش در این ولایت کشته شده است. به گفته منابع، این فرد که قاری عبدالرحمن عمری نام داشت، روز یکشنبه 26 سرطان با 4 محافظش در منطقه مرغه ولسوالی شتل در درگیری با نیروهای جبهه مقاومت ملی کشته شد. منابع می افزایند که در این درگیری به نیروهای جبهه مقاومت آسیب نرسیده است. طالبان تا کنون در مورد ندا چیزی نگفتند. منابع محلی در ولایت پنجشیر همچنان می گویند که در جریان درگیری 2 روز گذشته 18 طالب در این ولایت کشته شدند. منابع می گویند که در جریان درگیری میان 2 طرف 18 طالب کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. گفته می شود که ملا عزت الله از فرماندهان قطعه بدری طالبان نیز در منطقه رویدره است و به شتل در جریان درگیری رو در رو کشته شده است. گزارش نبردهای هفته اخیر. آریا پرس می نگارد فسیودین فطرت مسئولیت گرفته بود تا مواضع نیروهای جبهه مقاومت در خوست و فرنگ را نابود کند و ملا یعقوب شخصا در اندراب به سر می برد تا هم جنگ اندراب را رهبری کند و هم به محل قماندان جنگ در خوست و فرنگ نزدیک باشد. این بار طالبان ترفند دیگری را برای نابودی نیروهای مقاومت به کار گرفتند. فرماندهان طالبان از طریق موسفیدان و متنفذین محلی کوشیدند تا با دادن وعده هایی که همراه با هشدار و اخطار بودند، فرماندهان مقاومت را در این مناطق وادار به تسلیم کنند. فرماندهان مقاومت اما با لحن خیلی شدید به پیام های طالبان پاسخ رد دادند و هیچ کدام حاضر نشدند تا سلاح های خود را تسلیم طالبان کنند. پس از این که این ترفند کارساز نیافتاد، حملات وسیع طالبان بر سنگرهای نیروهای مقاومت آغاز گردید. شدیدترین حملات در ساحات خوست و فرنگ صورت گرفت که در نتیجه طالبان متحمل تلفات زیاد شدند. منابع محلی با آریا پرس در روزهای گذشته خبر از دست کم کشته شدن 17 تن از افراد طالبان را در خوست و فرنگ و اندراب می دهند. تصاویر این کشته ها در حالی که در برابر یکی از ساختمان های دولتی در شهرستان اندراب گذاشته شده بودند، در شبکه های اجتماعی بارها نشر و بازنشر گردید.
در پنجشیر نیز طالبان در طی حملاتشان که از چندین استقامت بالای نیروهای جبهه مقاومت در دره آرزو و نواحی اطراف آن صورت گرفته بود، تعدادی از افراد خود را که بر اساس اظهارات فرماندهان جبهه مقاومت ملی و بیش از 20 تن می‌رسید از دست دادند. در این دور نبردها برای اولین بار پس از آگوست 2021 طالبان از هواپیماهای جنگی غرض بمباردمان سنگرهای نیروهای مقاومت استفاده کردند. بر اساس برخی اظهارات بمباردمان هوایی توسط پهپادها صورت گرفته است، اما برخی منابع از دیده شدن چند فروندجت جنگی در آسمان آن مناطق نیز خبر دادند. این بمباردمان هوایی در حال صورت میگیرد که قبلا آمریکایی ها گفته بودند که آنها تمام تجهیزات و هواپیماهای جنگی قوای هوایی افغانستان را نابود کردند تا طالبان نتوانند از آن استفاده کنند. پرسشی که اینجا خلق می شود این است که اگر تجهیزات قوای هوایی نابود گردیده بودند، طالبان چگونه توانستند حملات هوایی را در پنجشیر و اندراب سازماندهی کنند؟ بی تردید یا هواپیماهای جنگنده مربوط کشور دیگری بودند یا کشور طالبان را یاری رسانده است تا بتواند نیروهای هوایی خود را آماده استفاده سازند. منابع نزدیک به نیروهای جبهه مقاومت در پنجشیر و اندراب اظهار داشتند که حملات هوایی تاثیر مشخصی بر وضعیت جنگ نداشت و اصلا خساراتی به جبهه مقاومت وارد نکرد. گفته می شود که ملا یعقوب پس از شکست و تلفات طالبان در خوست‌وفرنگ و اندراب با خشم اندراب را به جانب کابل ترک کرده است و قاری فسیودین اینک مسئول درجه یک نظامی در ولایت بغلان به منظور پیشبرد حملات نظامی می باشد. یکی از ترفندهایی که طالبان برای ضربه زدن روحیه نیروهای مقاومت در چند روز گذشته استفاده کردند، نشر و پخش اخبار دروغین است. البته طالبان سابقه خیلی طولانی در قسمت نشر اخبار دروغین دارند، اما این بار موضوع خبرشان دستگیری فرمانده عبدالحسیب نبرد، یکی از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت در پنجشیر بود. آنها با دستکاری در یک عکس گشوده بودند طور نشان بدهند که فرمانده حسیب اسیر شده. این خبر به زودی توسط منابع نزدیک به فرمانده حسیب و جبهه مقاومت ملی رد شد. طالبان بر اساس همان روش همیشگیشان وقتی در جنگ شکست میخورند اقدام به آزار و اذیت مردم بیچاره و بی‌پناه میکنند. این بار نیز گزارش‌های داریم از آزار و اذیت مردمان ملی در خوست و فرنگ‌اندراب و پنجشیر توسط طالبان. در دره آبشار تک تیراندازان طالبان یک خانم را که میخواست به همسر خود غذا ببرد هدف قرار گرفت، شهید شد. در طی این نبردها جبهه مقاومت ملی نیز تعداد شهید داشت. از در پنجشیر دگروال نور رحمان نورخیل از فرماندهان ارشد نظام جمهوریت و یکی از فرماندهان جبهه مقاومت در یک نبرد رو در رو با دشمن شهید گردید. در اندراب فرمانده عبدل شکور اندرابی جام شهادت نوشید. در برابر تلفات طالبان اما چند برابر بود. از خوست و فرنگ گزارش می‌رسد که ثناءالله ولسوال طالبان برای خوست و فرنگ در دره خاوش شدیداً زخمی گردیده و برادرش کشته شده است. همچنان منابع نزدیک به نیروهای مقاومت در پنجشیر خبر از کشته شدن عزت‌الله و قاری عبدالرحمن از فرماندهان قطعه سرخ امرا با حداقل 18 تن دیگر از افراد این گروه می‌دهند. نبردها تا هنوز هم ادامه دارند. طالبان هنوز هم مصمم به تصرف سنگرهای نیروهای مقاومت هستند، اما از جانب دیگر گفته می شود که روحیه افراد آنها خیلی ضعیف گردیده است و علاقمند جنگیدن در این مناطق نیستند. منابع جبهه مقاومت با آریاپرس اظهار داشتند که وضعیت اکمالات نیروهای مقاومت اینک به مراتب بهتر شده است و آنها توانستند ساختارهای منظم لوجستیکی را برای تجهیز و اکمال نیروهایشان در مناطق مختلف افغانستان ایجاد کنند. این نبردها به هر نتیجه که برسند سرنوشت ساز نخواهند بود، اما آنچه در این برهه زمان به قول آگاهان مسائل نظامی اهمیت دارد همانا باطل ساختن روایت حاکمیت عام طالبان بر سراسر افغانستان است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.